اریک پاهون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت شبه نظامیان فرقه‌گرا و مورد حمایت رژیم ایران در سوریه از جمله حزب الله لبنان و رژیم اسد همگی مجرم هستند، چرا که به خشونت و تجاوز علیه مردم دست زدند. وی افزود حضور این نیروها راه حل بحران در سوریه را تخریب می کند. اریک پاهون در برابر تهدید شبه نظامیان گفت ما حق دفاع از خودمان داریم و از خودمان دفاع خواهیم کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران تنها نیروی بی‌ثبات کننده در منطقه است. به افسود ما تمام عناصر روابط با رژیم ایران را بررسی کردیم و بیشترین موارد نگران کننده برنامه‌های موشکی این رژیم، صدور سلاح به یمن، صدور سلاح برای سازمان‌های تروریستی مانند حزب الله و اعزام نیروهای خارجی به عراق و سوریه از موارد نگران کننده بسیاری از درگیری‌ها به خاطر دخالت رژیم ایران در کشورهای منطقه است و ما با کشورهای اروپایی مشغول همکاری هستیم، زیرا آنها نیز مانند ما نگران فعالیت‌های رژیم ایران هستند.